چین به افغانستان نیروی حافظ صلح میفرستد و گزارش روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست چاپ چین زمزمه هایی به گوش میرسد بعد از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان چین به افغانستان نیروی حافظ صلح میفرستد. همراهان گرامی، برای همکاری و همراهی با من لطفاً کانال استار میدیا رو سابسکرایب کرده و زنگوله را فعال سازید. افغانستان اهمیت استراتژیک فراوانی برای چین دارد و با رفتن آمریکا نفوذ این کشور در افغانستان بیشتر خواهد شد. در حالی که مذاکرات میان هیئت دولت افغانستان و طالبان در قطر به بن‌بست رسید و فعلا برنامه ها برای برگزاری مذاکرات در ترکیه در حال رویزنی است، حضور نمایندگان کشورهای مختلف برای پیشبرد و کمک به این مذاکرات خود نشانی از پیچیدگی نزاع داخلی افغانستان است. امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان در سال گذشته میلادی مسیر را برای گفتگوهای بین الافغانی هموار کرد و در نهایت نوید خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را برای همسایگان افغانستان در پی داشت. با وجود رقابت‌های شدید ژئوپلیتیک میان ایالات متحده و چین در منطقه، ثبات در افغانستان از خواسته‌های هر دو کشور به حساب می‌آید. آغاز گفتگوهای بین الافغانی 6 ماه به دلیل جنجال ها بر سر آزادی زندانیان طالبان توسط دولت افغانستان به تأخیر افتاد و در این حال در این مدت طالبان حملات خود را بر مواضع دولت و غیر نظامیان شدت بخشیده بود. در نبود حضور نظامی و اقتصادی دیگر قدرت های جهان، آرزوی چین بر دولت افغانستان و توسعه این کشور به عنوان بازیگر اقتصادی منطقه‌ای خواهد بود. فشار نظامی چین در منطقه. در زمانی که فرستاده ویژه آمریکا سلیمان خلیلزاد در سال 2018 مصروف دیپلماسی برای فراهم کردن گفتگوهای صلح بود، چین و پاکستان از طالبان دعوت می‌کردند تا پیرامون امنیت منطقه و ثبات در افغانستان صحبت کنند. چین هم مانند آمریکا نگران تهدید امنیت ملی کشور خود توسط گروه‌های تروریستی افغان است. در مقابل، حمایت چین از شمولیت طالبان در نظام افغانستان این مفهوم را میرساند که طالبان عبور از اغیورهای جدای طلب در سینکیانگ و از استقرار آنها در افغانستان جلوگیری کنند. این ضمانت نقش حیاتی برای حزب کمونیست چین دارد و از خطوط اولیه آجندای مبارزه با جدای طلبان و آشوبگران سینکیانگ می باشد. این اولویت دولت چین را در موقعیت قرار داده است که از هر عملی برای سرکوب اقلیت های مسلمان اوغیور دریغ نکنند تا جایی که آنها را در کمپ های مراقبتی که از نگاه بین المللی وسیله نسل کشی فرهنگی به شمار می رود نگهداری می کنند. همین هدف باعث شد که چین ساخت شبکه شاهراه کلیدی برای طالبان را پیشنهاد کند تا گروه های جنگ طلب را برای کاهش خشونت ها و ایجاد صلح در کشور ترغیب کند. اگرچه کشور چین همواره علاقه خود را به ساخت پایگاه های نظامی خارج از مرزهای خود را انکار کرده، اما اخیراً گزارش شده است که چین دومین پایگاه نظامی خود را در تاجیکستان نزدیک به کریدور واخان، باریکه‌ای که افغانستان را به چین وصل می کند، بنا کرده است. هدف از ایجاد این پایگاه در راستای مبارزه با شبه نظامیان اوغیور و دیگر گروه های شورشی که از مرزهای غربی چین عبور می کنند اعلام شده است. به همین ترتیب در سال 2018 سفارت افغانستان در بیجینگ تأیید کرد که کشور چین برای ساخت پول ارتباطی در کوهستان های شمال افغانستان را کمک خواهد کرد، اما تأکید کرد که نیروهای نظامی چین در خاک افغانستان مستقر نخواهد شد. با وجود این، گزارش هایی از وزارت دفاع افغانستان شنیده می شد که در سال 2018 هیئتی از متخصصین چینی برای گفتگوها در باره مکانهای برای ایجاد پایگاه نظامی در افغانستان که جزئیات بیشتری از آن فاش نشد از کابل دیدن کردند. پس از خروج نظامیان آمریکا از افغانستان، مقاصد بیچین آشکارتر می شود و کابل نیز تشویق خواهد شد تا ضمانت های ضد شورشی طالبان برغم توقف جنگ داخلی همکاری های نظامی چین را بپذیرد.
خروجی نیروهای آمریکا از افغانستان که دیروز توسط رئیس جمهور آن کشور اعلام شد، بخشی از استراتژی کلانی که توسط پالیسی سازان ایالات متحده آمریکا برای کاهش حضورشان در درگیری‌های فرامنطقه‌ای حتی در خاورمیانه میباشد. در سوریه چند صد تن از نیروهای آمریکایی برای حفاظت ارضی نفتی آن کشور مانده اند و توافقی که ترامپ همراه نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی داشته نیز کاهش نیروهای آمریکایی تا سطح 3000 نفر را نشان می‌دهد و این خود خلای بزرگی به شمار می‌رود که پیامد آن هم تفاهم نامه استراتژیک اخیر میان تهران و بیجینگ است. این تفاهم نامه نمای کلی از افزایش همکاری‌های امنیتی، تجاری، هنر و تمرین‌های نظامی مشترک، تحقیقات و توسعه تسلیحات نظامی مشترک و تشریک منابع استخباراتی میان دو کشور می باشد. اگر چین موقعیت خود را در آسیای جنوبی، مرکزی و خاورمیانه توسعه دهد، نقش غربی ها در افغانستان کمرنگ خواهد شد. عزیزان بیننده، برای همکاری با من لطفاً کانال استار میدیا رو سابسکرایب کنید. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. برای همه شما سلامتی و خوشبختی می خواهم.